سلام جمعه 8 بهمن 95 27 فوریه دو... 27 ژانویه 2017 میلادی در مورد چهار موضوع امروز صحبت میکنم موضوع اول اینکه کارگران کارخانه سیمان مسجد سلیمان که بیش از 480 نفر هستند 20 روزه که دست به اعتراض آرامی زدند در هر دو شیفت و کارگران پنج ماهه که حقوق نگرفتند و صد نفر از اونها هم در آستانه بازنشستگی هستند اما به دلیل عدم پرداخت مطالبات کماکان بلا تکلیف آیت الله نکونام در زندان قوم در سی و پنجمین روز اعتصاب غذای خودش به اعتصاب غذاش به درخواست پاره از مراجع مستقل طلاب و دوستانش پایان داد خانوم شهناز اکملی مادر مصطفى کمال کریم بیگی از شهدای جنبش سبز که با حجوم به محل کار و منزلش بازداشت شده بود خبر داده از اینکه یک وسیقه 100 میلیون تومانی برای آزادی موقت او درخواست شده موضوع دوم اینکه بعد از اقدام خانوم ترانه علی دوستی بازیگر سرشناس سینمای ایران در توییتر خودش اعلام کرد که در مراسم اسکار شرکت نمیکنه به دلیل دستورالعمل آقای ترامپ که قرار امروز ابلاغ بشه که به مدت سی روز ویزا فعلا معلق میشه برای اتباع کشورهای از جمله ایران روزنامه نیویورک تایمز با او مصاحبه ای رو صورت داده از علت این تصمیمش جویا شده همینطور سی خبر اون رو منتشر کردش و پاره دیگر از رسانه های بین المللی هم در امریکا خبره این اقدام آقای خانم علی دوستی رو منتشر کردند البته هنوز آکادمی اسکار واکنشی نشون نداده آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم عنوان کرده که به گزارش پلیس تولید مشروبات الکلی در ایران افزایش یافته 38 سال مبارزه ی پلیسی و سرکوبگرانه حکومت با مشروبات الکلی حاصلش افزایش اعتیاد به انواع مواد مخدر و همینطور افزایش تولید و مصرف خود مواد مخدر خود الکل بوده در حدی که چندی پیش اعلام شد بهتر است مراکزی برای درمان بیماران الکلی تأسیس بشه به این ترتیب دیده میشه که روش های مداخل گرانه حکومت و دخالت در زندگی مردم و امور خصوصی رفتارهای مردم کار داشتن به خوردن و خوابیدن و پوشیدن مردم اون هم به زور نیروهای امنیتی و پلیس و غیره مثل همیشه در ایران هم نشون داد که نتایج معکوسی به جا میگذاره و حکومت های اقتدار و توتالیتر جامعه رو بیش از پیش بیمار و مریض میکنه آقای شیخ محمد یزدی هم به جشنواره فیلم ف... به جشنواره موسیقی فجر اعتراض کرده و اهدای جایزه در این جشنواره موضوعی که ظاهرا آقایون مشکلی که کلا با موسیقی دارن و از آقای خامنه ای نقل قول کرده به عنوان فتوای ایشون که اساسا صلاحیت فتوا دادن نداره آقای خامنه ای و گفته که ایشون اشاعه موسیقی رو جایز نمیدونه بنابراین جشنواره و, و جایزه اشاعه موسیقی است از قدیم الایام آقایون فقها با این هنر برتر و متعالی یعنی موسیقی مشکل داشتند و در جمهوری اسلامی هرگاه توانستند مشکلات برای موسیقی ایجاد کردند بعد از فحاشی های سردار سعید قاسمی به آقای هاشمی رفسنجانی بعد از مرگ او که حتی به جنازه آقای رفسنجانی هم توهین کرده بود آقای غلام علی رجایی از دوستان نزدیک آقای رفسنجانی عکسی از صورت آقای رفسنجانی در کفن و در جنازه او رو منتشر کرده معلوم نیست که اینجور برخوردها در جمهوری اسلامی چه کسی باید با مسئول اون باشه و بزرگترهای امثال آقای سعید قاسمی در سپاه یا خود آقای خامنه یا غیرو آیا پشت این فخاشی ها هستند یا نه در استان خوزستان برای چندمین و چندمین بار طوفان شن زندگی رو مختل کرد در شهرهای بزرگی مثل اهواز، آبادان شهر ماه شهر حتی پروازها برای مدتی قطع شد و این طوفان که گفته میشه 24 ساعت هم ادامه پیدا میکنه عملا زندگی رو بر مردم تنگ و تلخ کرد موضوع سوم این که آقای لاروف پیشنهاد به قانون اساسی جدید برای سوریه رو با مخالفین در میان گذاشته پاره از گروه های مخالفین به شدت اعتراض کردن به نفس کار که اساسا یک کشور خارجی مثل روسیه چرا باید برای سوریه قانون اساسی بنویسه آقای لاوروف البته گفته که این قانون اساسی رو بر اساس اظهارات خود دولت سوریه و همینطور مخالفین تدوین کرده و پیشنهاد کرده پاره گروه ها مثل گروه ریاض اصلا در جلسه با لاوروف شرکت نکردند و اجلاس ژنو هم که با کمک سازمان ملل قرار بود برگزار بشه به انتهای ماه فوریه منتقل شد و 20 روز به تأخیر افتاد خانم ترزامی نخست وزیر بریتانیا که به امریکا سفر کرده دیروز در جلسه رهبران حزب جمهوری خواه در هر دو مجلس و اعضای این حزب در شهر فیلادلفیای امریکا سخنرانی کرد به کرات ملاقات خودش با آقای ترامپ رو به با رابطه خانم تچر و آقای ریگان مقایسه کرد از برجام دفاع کرد علا رغم نظر آقای ترامپ ولی گفت باید نظارت دقیق تر در اون باشه از شکنجه مخالفت سریح خودش رو ابراز کرد موضوع که آقای ترامپ در مصاحبه با ABC بی از اون دفاع کرده بود و راجب روسیه هم گفت که روسیه قابل اعتماد نیست بنابراین سه موضوع مخالفتش با آقای ترامپ رو در سخنرانی علنی گفت ضمن اینکه در بریتانیا هم از موضع آقای ترامپ در خصوص زنان انتقاد کرد آقای ترامپ که در مصاحبه با ای بی سی امریکا به از شکنجه برای گرفتن اعتراف پشتیبانی کرده بود با مخالفت رهبران هر دو مجلس امریکا که از حزب جمهوری خواه هستن مواجه شد و هر دو نفر سریحا عنوان کردند که با این حرف ایشون مخالف جنجال دیوار بین امریکا و مکزیک هم بالا گرفته بعد از اینکه آقای ترامپ گفت پول دیوار چند هزار کیلومتری رو باید مکسیک بده و مکسیک گفت نمی پردازد اعلام کردند که دنبال گذاشتن مالیات 20 درصدی به واردات کالا از مکسیک که 360 میلیارد دلار در سال هست خواهند رفت برای تأمین پول این دیوار این تصمیم باعث شد که رئیس جمهور مکزیک هم برای دیدار با رئیس جمهور امریکا اعلام کرده به امریکا نخواهد آمد و تنش بین دو کشور ایجاد شده موضوعی که احتمالا تبعات اقتصادی بزرگی هم داره اگر تصویب و اجرا بشه برای اینکه چهل درصد کالاهای تولیدی در مکزیک از آمریکا میره و اگر مکزیک هم مقابله به مثل بکنه در واقع قیمت کالاها افزایش پیدا میکنه و فشار اصلی به مصرف کننده ها خواهد اومد چند دیپلمات کره شمالی هم که پناهنده به غرب شدند در صحبت های خودشون از فروپاشی سیستم کره شمالی صحبت کردند و اینکه سیستم دیگه قادر به اداره کشور نیست اما موضوع آخر این که همین کره شمالی که در حال فروپاشی است و فقر و فاقه و گرفتاری از در و دیوارش بالا میره و اعلام کرده که آماده آزمایش موشک های پیماست درست مثل رهبران ایران میمونند که صبح سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و ظرف راز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی